تمرینتون هم مبارک. مرسی که در حقیقت قبول زحمت کردی روی خط ما قرار گرفتید که پاسخگوی سوال شنوندگان باشه. خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. آی دکتر، خب به هر حال این قضیه کرونا یه قضیه تقریبا جدی شده و کم و بیش افراد هم از نظر روانی هم از نظر جسمانی تحت تاثیر این قضیه قرار گرفتن و یه سری سوالات رو شنوندگان ما مطرح کردن که خواستیم از حضور شما استفاده بکنیم و ببینیم که ادوایس شما و پیشنهاد شما، نظر شما راجع به این قضیه چیه. اولین سوالی که مطرح شده اینه که با توجه به درصد بهبودی که در کشورهای دیگه مثل چین وجود داره و حالا مثلا 80,000 نفر در چین مبتلا شدن، 60,000 نفر ریکاور شدن، چرا این درصد در کشورهای دیگه مثل کانادا و کشورهای پیشرفته اروپایی حتی این درصد به این حالت نیست؟ عرضم به حضورتون که ببینید چند تا اینجا احتمال مطرح هستش. اول اینکه بعد مطمئن باشیم کشورهایی که بیماریشون شروع پیدا کرده و اتفاق افتاده آمارو دارن درست ارائه میکنن. درست. دوم این که آیا در حقیقت سیستم بهداشتی درمانی اون کشورها اینا رو درست ثبت میکنه، به یه اندازه درمان مؤثر روشون انجام میشه، چون میدونید که درمان حمایتی هست توی بیماری کرونایی. چین هم خودش جز منوفکچرهای بزرگ خیلی از این ماسکای N95 که میبینید خیلی معروف شده و استفاده میشه، اینا توی چین در حقیقت تولید میشه. برای این عملا چین قادر هستش که وسایلی رو که میتونه جلوگیری کنه یا کمتر کنه شانس انتقال این بیماری رو، خب در اختیار هم که درمانش قرار بده، دکتراش، پرستاراش، بیمارستاناش و همینجوری که توانه این رو داره که بیمارستانا رو خیلی سریع فعال کنه و مریضا رو تحت درمان حمایتی بگیره، خب برای خیلی از کشورها امکان پذیر نبوده. بنابراین آمارها متفاوت هست. بله، و فکر میکنید که این قضیه که میگن ویروس از طریق خود چین ساخته شده، خودشون پادزهرشو داشتن و این حرفا، بیشتر شایعه است؟ بله، من فکر میکنم که خیلیش تئوریای توته است. واقعا خیلی مشکلی که ثابت کرد که همچی چیزی اتفاق افتاده و یا خلافش واقع شده، من چیزی نشدم و نمیتونم تایید بکنم. درست. جناب آقای دکتر محمودی، آیا کسی که مبتلا میشه به این ویروس و حالا دوره بیماریش رو طی میکنه و خوب میشه به عبارتی، آیا امکان اینو داره که مجدداً آلوده بشه، مبتلا بشه به این ویروس و بعد ناقل این ویروس باشه، یا اگر که کسی یک بار مبتلا بشه حالا تا مدتی ایمنه، وضعیتش بعد از بهبود چه خواهد بود؟ سوال خیلی عالی پرسید. ببینید ویروس کرونا سال 1965 کشف شده، جزء ویروس‌های سرماخوردگی است عملا. بله. بنابراین حالا اطلاع در مورد این ویروس در حال حاضر، ویروس جدید، خیلی کم هست. اونجوری که گفته میشه این ویروس طبیعتاً ایجاد آنتی‌بادی می‌کنه تو بدن شخصی که بیمار شده، ولی مشخص نیست دقیقاً که این آنتی‌بادی تا چه مدت توی بدن اون فرد باقی می‌مونه. توی یه ویروسی مثل آبله خب این دائمی هست. توی ویروسی مثل سرماخوردگی آنفولانزا موقتی، بنابراین امکان وجود داره که شخصی که گرفته اون رو مجددا درگیر این ویروس بشه. موردی که هست مثل که به حال سیستم ایمنی وقتی آنتیبادی رو میسازه اینو توی حافظه خودش ثبت میکنه، بنابراین اگر که احیانا مجددا با ویروس روبرو بشه طبیعتا انتظار میره که شدت علائم مثل بار اول نباشه، با توجه به اینکه خب اون ویروس هر چقدر که جهش ژنتیکی کرده باشه و تفاوت کرده باشه باز یه مقدار شباهت با ویروس اولیه خواهد داشت. در مورد انتقالش، اینکه چه مدت بعد از اینکه فرد بهبود پیدا کرد اگر که مورد سوال باشه، اینم باز جوابش خیلی مشکله. بعضیا آلمانیا بررسی کردن گفتن که تا 10 روز بعد از ریکاوری هم بعد از اینکه مریض خوب میشه هنوز ویروس توی در حقیقت گلو اپر ریسپیتری ترکت بخش تنفسی فوقانی هست. چینی ها گفتن تا 28 روز هم این دیده شده. بنابراین کسایی که بیمار شدن و ریکاوری پیدا کردن بعد از حتی اینکه بیماری توشون آروم آروم بهتر شده، باز توی مدت محدودی این احتمال هرچند خیلی کم رو هم دارن که بتونن بیماری رو منتقل کنن. بله، خیلی ممنونم. و حتی اینطور که شنیده شده این هستش که بعد از اینکه مدت‌ها پس از اینکه بهبود پیدا می‌کنند هم عوارضی که دوچارش میشن از نظر تنفسی ظاهرا زیاد خواهد بود یا ناشناخته است فعلا. درسته، بعضی از این ویروس‌های
ویروس با این فرمی که بروز پیدا کرده مقداری اطلاعات بیشتری در رابطه با کامپلیکیشن ها و مشکلات بعدش نیاز هست که ما پیدا بکنیم، اطلاعات آماری و بیمارا رو تحقیق کنیم. اون چیزی که مشخصه میدونن نیست که تو بعضی از بیمارا 20-30% ظرفیت تنفسی کاهش پیدا میکنه که در این حالت اینا رو باید با فیزیوتراپی تنفسی در حقیقت ریه ها رو اینا رو برگردون سر جای اولیش. این که آیا تغییر دائمی روی سیستم بدنی میذاره این محل سوال هست. واقعا باید دید طی سالهای آینده، ماهای آینده بعد از در حقیقت این پندمی ما چه آماری رو خواهیم داشت در مورد عوارض کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتش. بله آقای دکتر، سوالی هم از طرف یکی از کاربران ما، در واقع شنوندگان ما، مطرح شده در خصوص اینکه آیا وقتی که این فرد خوب میشه و ویروس در بدنش هست، این ویروس انقدر قدرت ویروس اولیه رو داره که فرد دیگه ای رو مبتلا بکنه یا خیر؟ ببینید اون ویروس فرقی نمیکنه از جهت اینکه ویروس که وارد بدن اون شخص میشه همون ویروسی هستش که حتی بعد از ریکاوری هم تا چند روز بعد توی بدن شخص بیمار دیده میشه. برای اون شخص اون خطر رو دیگه نخواهد داشت، حتی موندنش توی سیستم تنفسی سیستم ایمنی اون شخص رو تحریک میکنه برای ساخت آنتیبادی بیشتر. ولی اگر اون شخص سرفه بکنه، عطسه بکنه، چون میدید وقتی که ریکاوری داره انجام میشه آرومان یکی از سرماخوردگی داره در حقیقت بهبود داره پیدا میکنه، همچنان میتونه سرفه عطسه کنه هرچند کمتر از زمان شروع. اون ویروس اگه به شخص دیگه برسه که آنتیبادی رو نداشته باشه با همون قدرت در حقیقت میتونه اون شخص رو بیمار کنه. یادتون باشه که سیستم ایمنی یا ویروس رو از بین میبره یا قادر نیست ویروس رو از بین ببره. یکی از این دو حالت اینجوری نیست که یه منطقه خاکستری این بین داشته باشیم، درست، با یه ویروس تضعیف شده روبرو شده باشه و حالا شخص بعدی احتمال کمتری داشته باشه که درگیر بشه با ویروس. بله آقای دکتر، خیلی متشکر. سوال دیگه ای که پرسیده شده این هستش که گفته میشه بیماری کرونا بیماری جدیدی نیست و حالا ویروسی هم که شما فرمودید نوع ویروس سرماخوردگیه، بنا به گفته که این سوال شنوندگان ما هست، البته مثل ویروس سرماخوردگی یا آنفلانزا است، چطور واکسنی براش هیچ وقت درست نشده؟ اگر که اینطور به نظر میرسه که خب این ویروس خیلی جدید نیست، از نوع خانواده ویروس های آنفلانزا. بله ببینید، این ویروس متعلق به یک گروه ویروسی به اسم کرونا ویریده، همونجور که خدمتتون عرض کردم 1965 کشف شده و 7-9 داره این نوع جدیدش هست. این ویروس ها به طور کلی علائم خیلی خفیف سرماخوردگی ایجاد میکنن. بله، بنابراین من فکر میکنم میدونید که برای ساخت دارو و واکسن معمولا شرکت های داروسازی باید حتما در حقیقت از نظر مالی براشون بسرفه که بیان یه داروی رو درست بکنن. حتی در مورد آنفولانزا با وجودی که اونم نرخ در حقیقت انتقال و مرگ و میر نسبتا بالایی داره، بازم با کمک دولتی این کار انجام شد. الان هم در حال حاضر بازم دولت ها هستن که تضمین کردن که به حال این منابع مالی رو تامین بکنن، برای اینکه واقعا فشار خیلی زیادی داره به سیستم اقتصاد جهانی میاد. بنابراین به نظر من یه بخشی از اینکه چرا تحقیقات در مورد این ویروس، این گروه ویروسی کرونا ویروس 1985 متوقف شده، به دلیل این ملاحظات مالی هستش بیشتر. درسته. بیماری خیلی بیماری سنگین کشنده نبوده، سرماخوردگی معمولی. درسته. آقای دکتر، مواردی رو شنیدیم که در سطوح مختلف این ویروس ماندگاری متفاوتی داره و خودش رو به گونه‌ای حفظ میکنه که در هر سطحی به یک شکلی خودش رو نگه داره. اما من فکر میکنم که سوالی که از دوستان هست که برامون همین الان فرستادن این هستش که کسی که تو بانک مثلا کار میکنه و دائما داره دست خودش رو ضد عفونی میکنه و با دستکش حتی کار میکنه، اما دائما با پول سر و کار داره، آیا این قدرت انتقال انقدی بالا هست که با توجه به تمام پیشگیری هایی که انجام میشه باز هم بهش منتقل بشه یا خیر؟ جواب فکر میکنم مثبت هستش. میگن که نرخ انتقال بیماری در حقیقت ترانسمیشن بیماری 3-4 برابر آنفولانزا است. توی سطوحی توی بعضی از این کروزا کشتی های مسافربری که بیماری تو شروع پیدا کرده بود تا 17 روز بعد ویروس هنوز تونستن جدا بکنن و پیدا بکنن. بنابراین توی محیطی مثل محیط بانک که شما فرمودید و دست دادن به اسکناس که خب دست هر کسی هم میتونه بهش بخوره،
احتمال همچین داستانی خیلی بالا هست. یادمون باشه این ویروس از طریق تنفسی و از طریق سطوح منتقل میشه، بنابراین هر کدوم از این دوتا کار که انجام بشه به هر ترتیبی تو محیط کار به هر جایی که هستید این احتمال رو داره که باعث انتقال ویروس بشه. بنابراین جواب شما مثبت. بله، و همونطوری که شما فرمودید راه انتقال تنفسی است و با بلعیدن اتفاقی نمیفته، درسته؟ ببینید اگر شما غذایی رو بخورید که این غذا روش ویروس رو داشته باشه چرا میتونه اتفاق بیفته؟ چون به هر حال ببینید مسیری که طی میکنیم مسیر تنفسی، مسیر مری و معده است. مسیر معده احتمالاً این ویروس رو از بین میبره، ولی موضوع اینجاست که برای رسیدن به معده همچنان غذا باید از راه گلو عبور کنه. بنابراین اینجا دقیقاً جایی هست بینی و گلو که درست قبل از مجرای تنفسی ممکنه ویروس رو درگیر بکنه، یعنی ویروس ممکنه درگیر بکنه اونجا رو و طبیعتاً ایجاد بیماری کنه. توصیه که میشه اینه که غذاها یا موادی رو که باید بشوریم و قابل شستشو هست حتما این کار رو انجام بدیم و غذاهای دیگه رو هم که مثل گوشت باید استفاده کنیم مطمئن باشیم که حتما پخته هست، غذای خام به هیچ عنوان استفاده نشه، سوشی و ساشیمی و گوشت مثلا فرض بفرمایید استیکی که داخلش کامل پخته نشده. این تنها راهی هستش که میشه مطمئن بود ویروس به بدن انتقال پیدا نمیکنه. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. شنوندگان ما سوال میکنن که آیا تستی وجود داره، حالا با توجه به اینکه خیلی افراد حساس شدن به این قضیه، در این حال نمیخوان از منزل بیان بیرون و مرتب حالا وقت پزشکان رو هم بگیرن، آیا تستی وجود داره که در منزل بتونن انجام بدن از سلامت خودشون حداقل از اینکه به این ویروس مبتلا نشدن مطمئن بشن؟ نه متاسفانه در حال حاضر همچین تستی وجود نداره. بیمارستان هم واقعا برای این کیت به خصوص سالم کانادا رو میدونم دچار مشکل هستن. توی سنگاپور و کره جنوبی این دوتا و چین تا اندازه تست به وفور در دسترس بوده و انجام هم شده برای همه آدم ها. به همین دلیل هم هستش که خب قضیه اونجا به ترتیب خوبی جمع و جور شده تا الان. متاسفانه این امکان برای تست خونگی الان وجود نداره. بله خیلی متشکرم. من یه سوال پایانی هم دارم اگر حالا همکارم سوالی دیگه نبوده باشه از بین سوالی که برام فرستادن. وقتتون هم میگیرم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم. در خبرها حتما ملاحظه کردید که یکی از بیزنس های ضروری که توسط مقامات در استان انتاریو گفته شده میتونن باز باشن و فعالیت بکنن لیکر استور ها و فروشگاه های فروش الکل هست. خب خیلی کاربران در صفحات مجازی اعتراض کردن که ضرورتی ندارین، جزو بیزنس های ضروری نیست و کارشناسان پاسخ های پزشکی دادن که افرادی که حالا به نوعی وابستگی به الکل دارن در صورتی که در دسترسشون نباشه این مواد الکلی خب عارضه های زیادی دچارش میشه. من نقطه نظری پزشک رو میخواستم بدونم در این باره، اگر که توضیح دارین ممنون میشم بفرمایید که به نظر شما واقعا جز بیزنس های ضروری قرار میگیره این فروشگاه یا خیر؟ ببینید به نظر من به عنوان پزشک خیر. کلا هر بیزینسی که شما به یه ترتیبی مراجعه کننده داشته باشید، این مراجعه کننده به یه دلیلی غیر از دلایل بهداشتی و سلامت ناچار به مراجعه باشه و این منجر بشه به اینکه یه گروهی از آدم‌ها با تعداد زیاد بیان کنار هم دیگه، بعد به نظر من بسته بشه. متاسفانه این فشار خیلی سنگینی هم وارد میکنه. چیزای ضروری میشه چیزایی که شما برای خونه نیاز دارید، غذا خوردن، چیزایی که باید بگیرید برای در حقیقت آب، برق، گاز و غذا مایحتاج عمومی هست. به این ترتیب من الکل رو جز مایحتاج عمومی نمیبینم و نمیدونم، ولی تا یه اندازه‌ای با این موافق هستم که خب کسایی که به این داستان دیپندنت هستن ممکنه دچار علائم بشن. با این حال به نظرم بهانه خیلی عجیب و غریبی است. بله دقیقاً همین. خب پس در واقع این که میگن یه خورده الکل بخورید تا اینکه در واقع مجاریتون، تنفسیتون در واقع یه جورایی ضد عفونی بشه بیشتر حرفه. کاملا ادعای غلطیه. تنها نکته مثبتی که تو الکل میتونم احتمالا پیدا کنم اینه که یکم بخورن خوشحال بشن رویهشون بهتر بشه به درمان این بیماری. اگر نه هیچ اندیکاسیون دیگه نمیبینم برای خوردن الکل. خیف هیچ نقشی در درمان این بیماری الکل نداره و توصیه هم شده که ازش دوری بشه بخاطر که سیستم ایمنی رو کاهش میده. بله و در نهایت من همین لحظه بازی سوال دیگه رسید. من ببخشید که وقتتون رو خیلی گرفتیم. دوست عزیزی نوشتن چند روزی میشه که نفسم تنگه و اعصابم خرد میشه اما وقتی که آب میخورم درست میشه.
البته من اینو قبلش عرض بکنم آقای دکتر، مردم با توجه به وحشت عمومی که بابت این قضیه به وجود اومده، کوچکترین نشونه رو یه جورایی میخوان تعمیم بدن که ببینن هست یا نیست. آیا نظر خاصی راجع به این قضیه دارید یا خیر؟ ببین، همه واقعا خب خیلی ترسیدن، خیلی نگرانن، حق هم دارن. یادتون باشه ویروس های قدیمی که علائم سرماخوردگی رو ایجاد میکردن، اینا بازنشست نشدن و هنوز همچنان به همون ترتیب میتونن ایجاد بیماری کنن. چیزی که من بهتون میتونم بگم این هستش که ببینید، ما طبق اون کرایتریایی که داریم، حالا ممکنه این تغییر کنه، شما اگر علائم سرماخوردگی داشته باشید، مثل تب، مثل گلودرد، مثل آبزش بینی، علائم راه تنفسی فوقانی و تحتانی، خب مشکوک میشید به این که این بیماری رو دارید یا ندارید. یه هاتلاینی هست که زنگ میزنید و معمولا اونا شما رو ستاپ میکنن برای اینکه به بیمارستان و تست بدید. در صورتی این کار رو انجام میدن که شما تب بالا داشته باشید، در صورتی که سرفه خوش داشته باشید، سابقه مسافرت خارج اونتاریو باشه، با کسی که مسافرت کرده اخیراً در ارتباط بوده باشید، و اینکه مشکل تنفسی واقعا پیدا بکنید، اسم بکنید که تنفس کردن برای شما حالا مشکل است، علاوه بر تب و گلودرد و بدندرد و علائمی که شما معمولا توی فلو میبینید. اگر که این علائمو نداشته باشید، حتی تب پایین باشه، معمولا پیشنهاد میشه که خودتون رو سلف آیزولیت کنید، خودتون تو خونه در حقیقت جدا کنید از بقیه تا زمانی که علامت بیماریتون برطرف بشه. متاسفانه خصوصیت منحصر به فردی که این ویروس داره، این جمله دوره کمون دو هفته‌ای بدون علامتش، خیلی 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 کار تشخیص رو مشکل میکنه. این که واقعا ما بگیم که شخصی که این علائم رو داره واقعا یه ویروس سرماخوردگی معمولی گرفته یا در حقیقت کرونا وایرس گرفته. بنابراین پیشنهادم این هستش که مینیمال کانتکت، جداسازی، و بعد حتما حتما اگر که اون علائم خطر مشاهده شد، اون موقع دست اقدام بزنید. خیلی ممنون جناب آقای دکتر محمودی. و این واقعا دیگه سوال آخره، عذر میخوام، ما سوالاتمون زیاد بود، شنوندگان سوال زیادی داشتن. حالا ان شاءالله ازتون تقاضا میکنیم روزهای دیگه هم روی خط باشید اگر امکانش باشه که بتونیم سوال بقیه دوستان هم پاسخ بدیم. من از هر چیزی که سلف اورننس تو این داستان کرونا وایرس اضافه بکنه و کمک کنه به اطلاعات درست، استقبال میکنم. بنابراین در خدمتتون هستم. خیلی ممنون، خدمت از باس، مرسی. جناب دکتر، کسانی که حالا فرمودین میرن بیمارستان، اگه تب داشته باشن میتونن برن بیمارستان و این تست رو بدن، خب بعد چی میشه اگر کسی خدای نکرده حالا تستش مثبت بود؟ میتونین فقط یه آگاهی کوچیک به مردم بدید که بدونن قدم های بعد چه خواهد بود؟ آیا بستری میشن؟ شرایط خاصی داره بستری شدن یا معمولا روانه منزل میشن؟ یه سری نکاتی باید خونه رعایت بکنن؟ چه اتفاقی میفته بعد تست؟ ببینید، کسی که تستش مثبت میشه، اگر که علائمش علائم مینیمال باشه، خیلی خفیف باشه، اینا معمولا فرستاده میشن خونه، علائم هشدار بهشون داده میشه. و کسایی که اینا باهاشون در تماس بودن، کسایی که تا اونجایی که میشه در حقیقت اینو انجام بده، افراد فامیل، دوستان، همکاران، اینا رو ترک میکنن، تست رو ازشون میگیرن و ازشون هم درخواست میکنن که حتما حتما قرنطینه رو داشته باشن. معمولا دو هفته دوره کمون میتونه ادامه پیدا کنه. اون شخصی که بیمار شده، اگر خونه باشه و حالا شروع کنه علائم نارسایی زجر تنفسی رو پیدا کنه، تب بالا، یعنی وضعیتش رو به وخامت بره که معمولا نزدیک به 15% موارد این چنین هست، اون موقع حتما مراجعه بیمارستانی صورت میگیره و بیمار رو طبیعتا میخوابونن، بستری میکنن و درمان حمایتی رو براش شروع میکنن. در غیر این صورت درمان خونه انجام میشه. بسیار عالی، خیلی متشکر از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مهرشاد محمودی. زحمت کشیدید که روی خط ما اومدید و به سوال شنوندگان ما پاسخ دادید. خیلی متشکر، امیدوار هستیم که در فرصت‌های بعدی هم این افتخار رو داشته باشیم که شما روی خط داشته باشیم و اگر شنوندگان سوالی دارن در این زمینه آگاهی رسانی بشه، اطلاع رسانی بشه. خواهش میکنم، خوشحال بودم که در خدمتتون بودم. خیلی متشکرم. براتون همه آرزوی سلامتی میکنم. ان شاءالله که سال جدید باشه که از دست این ویروس هم خلاص بشیم و هیچ کرومتون تن بیمار نداشته باشیم. شما هم همچنین، مرسی، عصرتون خوب، وقتتون بخیر، ممنون از زمانتون، خدا نگهدار. خدا نگهدار. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا عرض کنم دکتر مرشاد محمودی، پزشک خانواده، در خدمتشون بودیم. سوالاتی رو در خصوص بیماری کرونا پاسخ دادن، سوالاتی که دوستان مطرح کرده بودن، شنوندگان محترم مطرح کرده بودن. صدای ما رو از رادیو آرینا، تنها رادیو 24 ساعته فارسی بر روی موج اف ام ردیف 105.9 HD3 در تورنتو کانادا، منطقه یورک ریجن میشنوید. الان ساعت
5:32 روز سه‌شنبه 24 مارچ هست. یه موسیقی گوش میدیم، برمیگردیم خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود.